اللهم صل على محمد و عليه و عطرته بعدد كل معلوم لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نظر بعد یعنی زخم چشم چه چی گونه انسان را به قبر میرساند و گونه جلوی آن را بگیریم کدام انسانها مردم را زیادتر نظر یا زخم چشم میزند چرا نظر قویتر از جادو است نظر سیاه یا نظر بد چیست و درمان روحانی آن چیست ویدو را به دقت آخر گوش کنید ما تلاش داریم که امت را از اعمال ساختگی و وظیف بیکاره کشیده به سوی اعمال مسنونه و زندگی پیامبر و اعمال درست و مجرب سوق بدهیم امروز کم و پیش هر یک شکایت از پریشانی دارد و علت اساسی این پریشانی دوری از دین است دوری از زندگی پیامبر است هر قدر از زندگی پیامبر دور شوید همان قدر در مشکلات گیر می آید و از هر سو پریشانی گریبانت را می گیرد. چون ما از دین دور شده می رویم حسد و کینه در سینه های ما زیادتر می شود و هر قدر حسد زیاد شود انرژی منفی تاکسین در بدن زیاد می شود و هر قدر که تاکسین زیاد شود انسان دیگران را نظر می کند تا جای اگر این تاکسین و زهریات بدن نهایت زیاد شود بدون اراده هم انسان دیگری را زخم چشم میزند زند هر قدر انسان زیاد حاصل باشد همان قدر زخم چشمش قویتر می باشد. انسان هم زخم میزند واقعا زخم میزند ولی عزیزانم باید داشته باشید که زخم چشمی که شیاطین اجنه کافر میزند نهایت قوی است و ما اصلا به آن توجه نمی کنیم چرا چون اجنه و شیاطین همه انرژی منفی است همه حسد است و همه گناه هستند و هیچ توجهی به آن نداریم هر قدر که انسان از رحمت خدا دور شود همان قدر نظر بدش میخورد او و شیطان بدبخت که از رحمت خدا محروم است و ذریه و اولاده او هم از رحمت خدا دور است آن قدر که شیاطین اجنه کافر انسان را زخم چشم میزند انسان ها نمیزند و ما خاله و اما و خوشو و فلان و بستان را تهمت میزنیم که چشم کردی نظر کردی ایزانم حسد آنقدر زیاد است که یک دختر از دختر دیگری بلکه خواهرها حتی لباس زیبای یک دیگر را برداشت نمیتوانند یا اگر یکی یک موبایل زیبا و خوب بخرد دیگری شب تا صبح می سوزد و تحمل کرده نمیتواند که چرا من ندارم بدان که انسان هر قدر که بدبخت و حاسد شود و زخم چشم هم داشته باشد هر قدر که خطرناک هم زخم چشم انسان باشد برابر زخم چشم شیاطین و اجنه کافر نمی رسد چرا؟ بازم میگم چون شیاطین سراپا حسد است سراپا گناه است سراپا انرژی منفی است سراپا زهر و تاکسین است و زوریه و اولاده شیطان که همانا اجنه کافر هستند آنها هم سراپا حسد و کین هستند امروز وقت من حالت بعضی ها را بررسی میکنم اکثریت مشکلات مردم بلکه 90 فیصد مشکلات علت آن زخم چشم است نظر بد است که خانه ها را تباه و برباد ساخت و وقتی این زخم چشم بررسی دقیق شود نظر اجنه و شیطین می باشد در حالی که بدنام خاله و اما و خوشوی بیچاره می شود نظر اگر از انسان باشد یا از اجنه باشد انسان را تباه و برباد می سازد بلکه نظر شیاطین انسان را چیر می سازد پیامبر صلی الله علیه و سلم می اگر چیزی بر تقدیر سبقت کند همانان نظر بد است در روایت دیگری می آید اگر نظر بد به انسان بخورد انسان را به قبر و اگر به شطور بخورد شطور را به دیگ می رساند ایزانم نظر آنقدر هم خطرناک است که اگر نظر بد قوی باشد بالای انسانی بخورد در یک روز یا در کمتر از یک روز انسان را به مرگ می رساند هی جادوگر نمی تاند. هیچ جادوی جهان نمی تواند انسان را در کمتر از سه روز به بستن مرگ برساند ولی زخم چشم حتی اگر صبح بخورد تا شام انسان را به مرگ می رساند زخم چشم به مراتب نسبت به جادو و سحر خطرناکتر است باید داشته باشید پیامبر صلی الله علیه سلم میفرماید که زیادترین مرگ در امت من به اثر نظر بد می شود آیا شما این گفتار پیامبر را شنیده بودید و اگر شنیده بودید گاهی هم تفکر کرده بودید که پیامبر صلی الله علیه و سلم که زیادترین مرد در امت من به اثر نظر بد واقع می شود حال روزا چقدر انسان ها می میرد آیا شما به کدام یک گفته اید که این نظر بد خورده و بالاخره مرد ایزانم این را هم خوب باید داشته باشید اگر شخص زخم چشم خورد بعد باید با همان روش مسنونه و صحیح علاج و درمان شود و اگر روش غیر اسلامی باشد و یا خلاف اصول اسلامی باشد نه تنها که نمی نمیدهد بلکه بیماری را شدت میدهد هیچ تشویش نکنید جادو هم انرژی منفی است و زخم چشم هم انرژی منفی است و تقریبا شبه هم است و هر شخص هم تشخیص کرده نمیتواند که زخم چشم خورده یا جادو شده فرقی که دارد این است که انرژی منفی یعنی زخم چشم آنقدر زیاد و سریع و تند است که فورا نتیجه معلوم می شود انسان پیش روی چشم چشمتان از پا می می میرد یا شخص را صبح ملاقات کنید صحتمند باشد تا شام به بیمارستان میرسد و یا کارباری با به خراب می شود این جادو نیست این نظر بد است نظر هر چی باشد کار شما نیست یعنی مردم عوام نیاز ندارد که این نظر بد است از انسان واقع شده یا از طرف جن واقع شده هر چی باشد هیچ تشویش نکنید فورا این عمل را شروع کنید روش مسنون این است اگر چی این را روایت طولانی است من فشرده آن را برایتان میگویم که وقتی وضو میکنید در زمانهای قدیم وقتی وضو میگرفتند در بدنی یا در چیزی برای وضو خود آب جدا میکردند در یک ظرف جدا برای خود آب برای وضو جدا میکردند وقتی وضو میگرفتند یا وقتی که وضو میگیرید آبی که از وضو باقی میماند یعنی شما وضو میکنید تو باقی چیزی آب در همان ظرف یا بدنی هرچی باشد باقی ماند آن آب را گرفته به چهره و صورت شخصی که زخم چشم خورده بزنید یعنی صورتش را بشوید خداوند شفای عاجله و کامله می دهد عزیزانم اطفال زیادتر زخم چشم میخورند. اگر طفل ها مرتب چشم می شود یا بد اخلاقی می کنند یا همیشه در خانه جنگ می کنند یا بد زبان و دشنام می دهند وقتی وضو می آبی که از وضویتان باقی میماند آن آب را گرفته به صورت تفل هم حامضن ابي باقي من ترى سشب يا سجرعه بتفل بدهيت كبنوشات وقتي بتفل كبنوشات وقتي الجرعه الاول يا شافيو بعد جرعه شب بمال بدهيت كبنوشات وقتي جرعه 2 يا كافيو وقتي جرعه 3 بغيت يا معافيو باين هم زخم هم سحر و جادو باطل می شود این روش های مسنونه نهایت آسان است محفوظ و مسئول نیز می باشد هیچ مشکل ندارد هیچ رجعتی ندارد هیچ پریشانی ندارد و هیچ مصرفی هم ندارد و ست و ست نتیجه بهترین می دهد بین عمل کنید این عمل لکه گفتم هم به اطفال کرده می توانید هم به بزرگ سالان خب اگر کاربار کسی نظر شده باشد همین آبی باقی مانده وجود را گرفته به جای بپاشید اگر خانه تان نظر شده باشد همین آب را به خانه ها و اتاقاتان بپاشید این عمل را روز پنج بار کنید چون پنج وقت نماز خوانده می شود پنج وقت کنید وقتی برای هر نماز وضو می گیرید انجام بدهید این عمل را دو سه روز عمل را مسلسل انجام بدهید تمام انرژی ها منفی زایل می شود و انسان و کاروبار به حال اولی خود بر می گردد پیامبر صلی الله علیه و هر که این سه قل آخر را سه سه بار بخواند همین برایش کافی و شافی است این سه قل آخر سردار تمام وظایف است هر بار با بسم الله الرحمن الرحیم بخونید این سه قل آخر علاج و درمان همه چیز است علاج زخم چشم علاج جادو علاج بیماری ها و اگر می که این عمل نهایت قوی و تیز شود وقتی وضو کردید به این شکل عمل کنید آب وضو یعنی آب باقی مانده وضو را گرفته سه بار بالای آن سه قل آخر را بخونید در اول آخر یک بار درود شریف بخونید و کمی از آب را بالای صورت شخص نظر شده بزنید و بقیه آب را سه جره بیمار بدهید با جره اول یا شافی و با دوم یا کافیو و با جره یا شب یا بیا معافی و بگوید این عمل روز پنج بار کنید در چند روز همه چیز خوب می شود زخم چشم باشد یا جادو باشد هر چی باشد خوب می شود وقتی خوب شدید در آینده هفته یک بار انجام بدهید تا در جریان یک هفته هر قدر نظر بد جن و انس خورده باشد و هر قدر انرژی منفی در بدن یا در بدن اطفال جمع شده باشد همه زایل شود اگر در خانه مثلا در خانه در نیم شب به یک طفل گریه کرد و مادر هیچ نفهمید که چی شده هیچ تشویش نکنید فورا برخیزید وضو کنید و آبی که از وضو باقی میماند بگیرید بالای آن سی بر قل هو الله سی بر قل اعوذ برب الفلق سی بر قل اعوذ برب هر بار بسم الله الرحمن بخوانید در اول آخر یک بار درود شریف این آب را کمی به صورت تفل بزنید یعنی صورتش را با این آب بشوید بعد آن با این آب سه شپ یا سه جرع به تفل بدهید با جرع اولی یا شافی با جرع دوم یا کافی با جرع سیم یا مافی بگوید ان شاء الله العزیز در پنج دقیقه تفل مثل گلاب برید تازه می شود و آرام می شود و برای ما هم دعای خیر کنید این کسایی که جادو شده هم استفاده کرده میتونند نهایت آسان است و نهایت قوی است و از خرافات دور باشید و اعمال مسنون را محکم بگیرید خداوند به همه بیماران شفای عاجله و کامله بدهد